دیدار جنرال نیکولاس کارتر و جنرال باجوه از کابل. اداره اطلاعاتی اردوی پاکستان گفته روی تقویت همکاری‌های دفاعی و امنیتی گپ زدیم. دیداری که در نوع و محتوای خود پس از بحرین و کابل در ماه‌های پسین سومین گفته می‌شود. آیا چارچوب مذاکرات برای یک راه حل سیاسی در افغانستان از مذاکرات میان افغانان و مذاکرات رو در روی کابل اسلام آباد با پادرمیانی بریتانیا در حال تغییر است؟ سود بریتانیا چیست؟ آیا این کشور برنامه جداگانه را در افغانستان به پیش میبرد؟ سلام، به فراخبر امشب خوش آمدید. در این باره گفتگوی دارم با آقای جاوید لودین، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه، اما در اول گفتگوی همکارم شبیر احمدی را ببینید با آقای نیکولاس پاتریک کارتر، رئیس ستاد ارتش بریتانیا، و خانم الیسون بلک، سفیر بریتانیا در کابل. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شده و بریتانیا که زمان دومین شمار بزرگ نظامیان را پس از آمریکا در افغانستان داشت نیز در چارچوب ناتو نیروهایش را از افغانستان بیرون می‌سازد. بریتانیا با پاکستان هم روابط نزدیک دارد و ظاهراً کوشیده که اسلام آباد و کابل را به هم نزدیک بسازد. در این مصاحبه با جنرال نیک کارتر، لیدرستیز بریتانیا، و الیسون بلک، سفیر این کشور در کابل، درباره خروج نظامیان خارجی، اهمیت نقش پاکستان و آینده پیشرو بحث میکنیم. جنرال کارتر، شما زمان به کابل آمده اید که مردم از حمله بر دانش آموزان بسیار خشمگین هستند. چی شما را امیدوار می سازد که افغانستان در مسیر درست روان است؟ نخست می‌خواهم با تمام کسانی که در این هفته نزدیکانشان را در رویدادهای فجیع از دست دادند ابراز همدردی کنم. این رویدادها مرا افسرده ساختند. از همین رو همدردیم را با آنانی که رنج کشیدند ابراز می‌کنم. علت امیدواریم این است که فکر می‌کنم اصولاً مردم از جنگ خسته شدند و من اصولاً باور دارم که یک جنگ تا ابد ادامه یافته نمی‌تواند. باور داریم جایی که اراده باشد راه هم است و از همین رو اطمینان دارم که صلح خواهد آمد. سطح خشونت ها بسیار بلند است. آیا فکر میکنید طالبان به مذاکرات معنادار صلح متعهد هستند؟ خب فکر میکنم که اعلام آتش بس از سوی طالبان در عید دلگرم کننده است. اما همچنان فکر میکنم که طالبان به زودی در خواهند یافت که دولت افغانستان در برابر آنان متحدانه خواهد ایستاد و این ایستادگی از راه جنگ نه بل از راه گونه از توافق سیاسی خواهد بود. درباره خشونت فکر میکنید که اگر این گونه حمله ها ادامه یابند فایده توافق صلح با طالبان چی خواهد بود؟ خب فکر میکنم که نخست از همه تمامی جنگ ها سرانجام باید از راه توافق سیاسی به پایان برسند. ما به دنبال انسجام اوضاع سیاسی افغانستان هستیم. برای رسیدن به آنجا باید گفتگو شود. بله، این ترس وجود دارد که برخی از عناصر طالبان بخواهند جنگ را ادامه بدهند. اما سرانجام موضع اکثریت مهم است و اگر اکثریت بتواند روی میز گفتگو بنشیند و به اجماع سیاسی برسد، به معنای ثبات برای همه خواهد بود. خانم سفیر، حکومت بریتانیا به خانواده هایی که کودکانشان را به مکتب می فرستند چی اطمینان داده می تواند؟ خب ما از تامین امنیت از سوی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پشتیبانی میکنیم. مسئول نگه داشتن شهروندان مسئولیت حکومت است، اما ما اطمینان را که میتوانیم میدهیم. خوب است که جنرال کارتر اینجاست. حمایت ما از جمهوری، نیروهای امنیتی و دفاعی و مردم افغانستان، چی از راه کمک های اقتصادی و توسعی و انسان دوستانه و چی از راه کارهای سیاسی باشد، ادامه خواهند یافت. اضافه می کنم که من از سال 2002 به این سو به گونه جسته و گریخته در کشور شما خدمت کردم. مدت از زندگی نظامیم در اینجا گذشته. من در این دوره 20 ساله پیشرفت ارتش افغانستان را دیدم. من در ایجاد نخستین کندک نیروهای افغان در سال 2002 حاضر بودم. به ارتشی که اکنون دارید باید افتخار کنید. ما در اکادمی افسران تلاش های بسیار به خرج داده ایم و با آموزش افسران جوان کمک کرده ایم. وقت به کیفیت رهبری در سطوح بلند، میانه و پایین ارتش افغانستان ببینید، با آن افتخار میکنید. ارتش سازمان است که یقیناً میتواند بر پاهای خودش بیستد.
And in that sense, if I may, I mean, we are very proud of our relationship working alongside the. ما بر رابطه کاریمان با ارتش، نیروهای امنیتی و دفاعی و حکومت افغانستان در مبارزه با هراس افکنی می‌بالیم. آنچه که با این دانش آموزان شد و رویدادهایی که هر روز می‌بینیم، هراس افکنی هستند. ما به کار در این زمینه ادامه می‌دهیم. با هراس افکنی رویارویی می‌کنیم و به افغان‌ها در جلوگیری از این رویدادها و یافتن و مجازات عاملان آنها کمک می‌کنیم. بیشتر درباره روند صلح. جنرال های پاکستانی و رهبری افغانستان با کمک شما یک رشته دیدارها داشتند. در نزدیک ساختن دو طرف به یک دیگر پیشرفته شده است. در این مرحله نمیتوانم چیزی بگویم، اما باید بدانید که پایان دادن به جنگ نیازمند حوصله زیاد و سازش زیاد از سوی تمامی طرف های دخیل است و این بسیار زشت است که کسی بخواهد موازی دو طرف را صدمه بزند. درباره خروج امریکا با شما مشوره شده بود؟ این یک تصمیم جمعی است. سازمان پیمان اتلانتیک شمالی تصمیم گرفته است که با آمریکا بیرون می شود. ما یک جا به اینجا آمدیم و یک جا بیرون می شویم. تصمیم درست بوده؟ نمی توانم در این باره سخن بگویم. ما به این تصمیم حرمت می گذاریم. واقعیت این است که این خروج نشان دهنده تحول راهبردی حضور نظامی امریکا و ناتو است و تصمیم است که گرفته شده. مهم این است که بدانیم طالبان برای سخن گفتن از جهاد دیگر هیچ دلیل ندارند. اکنون در برابر افغان ها می جنگند. این در روند صلح به دیگران یک آلای فشار است و شاید امکان پایان این جنگ را فراهم بسازد. خروج نیروهای بریتانیایی از افغانستان چی وقت پایان می‌یابد؟ جزئیات عملیات را افشا نمی‌کنم، اما خروج در حال حاضر جریان دارد. بانو سفیر، آیا بریتانیا در میان نزدیک به 30 سفارتخانه غربی است که پس از خروج نیروها شاید بسته شوند؟ فکر می‌کنم که سخن گفتن درباره بستن سفارتخانه ها پیش از وقت است. من واضح گفتم که ما در اینجا هستیم و فعالیت می‌کنیم و با تعهدمان به حکومت افغانستان پابند هستیم. جنرال، پس از خروج نیروها روابطتان را با نیروهای افغان چگونه ادامه می‌دهید؟ نیت ما این است که سربازان افسران افغان را آموزش بدهیم. شاید در یک کشور سومی؟ ما برخی هایشان را در بریتانیا آموزش می‌دهیم. می‌دانید که برخی از افسرانتان در اکادمی سنت هارست و دانشکده های داخل خدمت آموزش می‌بینند. نیت ماست که این آموزش ها در آینده ادامه یابند. آیا پس از سپتامبر بریتانیا در مأموریت های ضد هراس افکنی در افغانستان دخیل خواهد بود؟ نتیجه گیری در این باره هنوز پیش از وقت است. اوضاع در حال تغییر است. تصمیم خروج تنها چند هفته پیش گرفته شد و در این فکر هستیم که معنای این خروج چیست و با آن چگونه باید کنار بیاییم. فکر میکنید که پس از خروج افغانستان درگیر جنگ داخلی خواهد شد؟ Not necessarily. The key thing here is that you all stand united. نه حتما. مهم این است که متحد باشید. اگر از نهادها و نیروهای امنیتی و دفاعی به ویژه ارتش پشتیبانی کنید و سیاستگران در کابل و سراسر کشور متحد باشند، می توانیم تصور کنیم که شانس جنگ داخلی وجود ندارد. بیشتر درباره پاکستان، آیا پاکستان به طالبان پناه داده است؟ فکر می کنم که درباره این که طالبان از کجا می آیند، در کجا زندگی می کنند و چی کار می کنند، پرسش های بزرگی وجود دارند. اما واقعیت این است که پاکستان می داند که در زمینه هراس افغانی مانند افغانستان مشکل دارد. جنرال باجوه معمولا این اوضاع را همچون یک بیماری واگیر تعریف کرده است. این بیماری سرانجام با همکاری نزدیک افغانستان و پاکستان از میان خواهد رفت. همکنون روی این موضوع کار می کنند؟ البته که دو کشور گفتگوهای دارند و من اطمینان دارم که هر دو کشور مشکل را درک می کنند و با هم به دنبال حل مشکل خواهند بود. پاکستان یک کشور حامی هراس افغانی است؟ تا جایی که من می‌بینم نه. نکته اصلی این است که پاکستان می‌داند که چالش مانند افغانستان دارد، مانند کشورهای دیگری که با هراس افغانی مشکل دارند و می‌خواهند این مشکل را از میان بردارند. مانند کشورهای دیگر درک می‌کند که راه حل این مشکل داشتن اجماع سیاسی است و مانند کشور شما روی آن کار می‌کند. پاکستان بر طالبان چی مقدار کنترل دارد؟
کار من نیست که در این باره گپ بزنم، اما تاکید می کنم که هر دو کشور، افغانستان و پاکستان، می دانند که یک مشکل مشترک دارند که هراس افغانی است و می کوشند کان را از میان بردارند. جامعه جهانی از این کار پشتیبانی می کند، مانند کشورهای دیگری که مشکل همسان دارند. اهمیت این پرسش ها در این است که بسیاری از مردم فکر می کنند پاکستان چرا حالا به روند صلح افغانستان کمک کند. زمان به جایی می رسید که مردم فکر می کنند صلح تنها راست. آنچه که در 40-50 سال گذشته دیدیم خستگی مردم از جنگ است. این یکی از انگیزه های گفتگو و یافتن راه های حل سیاسی است. این را در سراسر جهان مانند کولومبیا و آیرلند شمالی دیدیم. سرانجام صلح می آید زیرا مردم از جنگ به سطو می آیند. این اوضاع است که کشورهای منطقه دارند. آنها همچنان می دانند که فرصت صلح بسیار زیاد است. برای خاورمیانه در 15 سال گذشته ببینید. این رشد می تواند در آسیای مرکزی و جنوبی هم به دست بیاید، تنها در صورتی که صلح باشد. فکر می کنم که اکنون انسان‌های تحصیل یافته و با نفوذ داریم که همه اینها را می دانند و می خواهند برای این که نتیجه تلاش ها در ماه ها و سال های آینده صلح باشد کار کنند. آقای لودین، سلام به شما، به برنامه خوش آمدین. شکر. آیا بازی جدید صلح بریتانیایی آغاز شده فکر میکنن؟ من نمیدونم چقدر جدید است. البته از محتوای صحبتهایی که انجام شده هنوز بسیار زود است درک بکنیم، به خاطر که ما نمیدونیم صحبت بالای چی است. اما بریتانیا همیشه در روند صلح افغانستان دخیل بوده، کمتر در سالهای اخیر، اما در سالهای گذشته خصوصا در قسمت همکاری افغانستان و پاکستان، اونا با توجه به نفوذی که دارن در پاکستان و به خصوص رابطه نزدیکی که بین اردوی پاکستان و اردوی بریتانیا وجود داره، اونا تلاش کردن که زمینه صحبت ها را میسر بسازن و میزبانی بکنن. چندین بار در سطوح مختلف این تلاش ها شده. بنان من فکر نمی کنم که در نفس خود و حتی در شکل هم قدم نو باشه، اما ای که بعد از یک چند مدت که بریتانیا دخیل نبود و البته ایالات متحده امریکا تقریبا هم رهبری و هم پیشبرد روند صلح را تقریبا انحصاری به پیش می برد، حالا کشورهای دیگه که نقش بازی میکنن و بریتانیا هم یکی از اونها است، و بخصوص با درک از این که پاکستان در مرحله که فعلا ما قرار داریم و روند صلح به یک مانع برخورده و تصور میشه که طالبان بالاخره کلید باز کردن مجدد دروازه مذاکرات را دارن و پاکستان یگانه کشور است که نفوذ داره بالای طالبان، بنا نقش بریتانیا با اهمیت شده میره. بله، درست که همه جای پرسش دارد در این مقطع زمانی، و یک شمار میپرسند که جنرال نیکولاس کارتر کی است. میدانیم از او به عنوان طراح برگشت بریتانیا به بازی بزرگ یاد میشه، از او به عنوان مبتکر استراتژی جدید در چوکات بریتانیای گلوبال یاد میشه. مردم میپرسه که آیا او یک بار دیگر متوجه جایگاه افغانستان در بازی بزرگ در آسیای میانه شده؟ آیا او در تلاش بازگشت بریتانیا به این بازی است در یک سطح کلانتر؟ ما یک مقدار اکثرا بیشتر از اینکه به تفصیل و محتوای صحبت ها بریم، اکثرا تحلیل های بزرگ که انجام میشه و شاید هم زیاد دقیق نباشه پی از اونها میریم. چیزی که در مورد نیک کارتر علاوه بر موضوعات را که شما مطرح کردین من میفهمم و ای است که نیک کارتر یک رابطه بسیار نزدیک داره با قمر جاوید بجوا.
که لوی درستیز پاکستان است. از طرف دیگر نیک کارتر با رئیس جمهور افغانستان دکتر اشرف غنی رابطه خوب داره، رابطه نزدیک داره از زمانی که نیک کارتر در افغانستان مسئول بود و رئیس جمهور فعلی در او وقتش روند انتقال را پیش می برد، رهبری می کرد. از او زمانی که دیگر هم نشناسند، بنابراین ای هم از امکان دور نیست که ای فقط بیشتر به اساس شناخت‌های شخصی انجام شده باشه. و البته نیک کارتر در این حال کسی هم از شناخت را که مزیش دارم که افغانستان را دوست داره، همیشه البته گفته که خاطرات خوش داره و اگر در روند صلح بتانه نقش را بازی بکنه همیشه گفته. بنابراین امکان من تصور میکنم که ای بیشتر به این هدف انجام شده که از نفوذ خود بتانه آقای نیک کارتر استفاده کرده پاکستان را قانع بسازه که در وضعیت امروزی از یک طرف تشویق کردن طالبان به خاطر از اینکه روند صلح را کنفرانسی که قرار است در استانبول انجام شه او را قبول بکنن اونجا برن، و از طرف دیگر فکر میکنم امکان از این را که راه حل چون در این اواخر شما شاهد هستین در هفته های اخیر بحث یک مقدار طرف از این روان است که آیا راه حل صلح‌آمیز بالاخره برای همه مورد قبول است، آیا امکان جنگ هم به عنوان یک راه حل مطرح است و طالبان چقدر متعهد هستند به جنگ به عنوان یک راهکار و یا ای که به صلح بروند صلح تعهد واقعی دارند. در چنین وضعیت اقدام از این قبیل البته ارزش خود داره و هر کشوری که من مطمئن هستم بریتانیا از جمله کشورهای چندین کشور است که نفوذ خاص را دارا می باشه و اگر از این استفاده کرده آقای بجوار کابل آورده دیگه کار خوب است. اما بازم هم قسمی که گفتم هنوز محتوای صحبت هایی که انجام شده معلوم نیست. درست، ولی همونطور که می دانم آقای لودین که این نقطه آغاز تلاش بریتانیا نیست، همونطور که شما تاکید کردین، و این نوع ملاقات و این محتوا هم سومین از نوع خودش، دیدار بحرین مارچ 2021، دیدار کابل، مقام های ارشد امنیتی افغانستان پاکستان با حضور بریتانیا خود جای پرسش داره. برخی منابع حالا میگن که توافق امنیتی افغانستان پاکستان در راه هست. از جانب دیگر تحلیل های جهانی است که آقای کارتر مشکل افغانستان را در خط مذاکره بین الافغانی نمیدانه، او مشکل افغانستان را به توافق نهادهای نظامی افغانستان پاکستان وابسته میدانه. فکر میکنین چی چیزی در راه هست؟ یک مقدار واقعیت هم داره، دور از واقعیت نیست که خصوصا با درک از اینکه اردوی پاکستان کنترل سیاست خارجی پاکستان را به خصوص در قبال افغانستان و مسائل عمده دیگه سیاست خارجی از جمله رابطهشان با هند در دست داره و تعیین کننده خط سیاست پاکستان در این مورد بوده در گذشته، امروز هم با یک واقعیت یک راز پنهان نیست و یک واقعیت برای همه معلوم است. بنابراین اگر و خود آقای کارتر هم طبعا یک آدم یک شخص نظامی است، افغانستان را هم میشناسد، چندین سال را در افغانستان گذشتانده، رابطه خوب با رهبری افغانستان هم داره، مرتبه که بیشتر عرض کردم. بنابراین این امکان داره که جز قدم های بعدی هم در گذشته که انجام شده دقیقا به می هدف بوده تا جایی که البته من خبر دارم. درست. امروز ما تصور ما ای است که دیدار بیشتر آغاز صفحه آغاز فصل جدید نیست. ما تصور ما ای است که تلاش است، شاید هم تلاش یکی از تلاش های معدوده که مانده و هنوز انجام نشده، یکیش هم می بوده که بالاخره طالبان دوباره معلوم شود تعهدشان بروند صلح، معلوم شود که پاکستان تا چه اندازه واقعا بالای طالبان فشار وارد کردند. پاکستان در هفته های اخیر شما در جریان هستین، حرفشانی بود که اونا طالبان را جدا تشویق و ترغیب کردند تا روند استانبول را یا کنفرانس استانبول را اونا بایکات نکنن و برن و دو اشتراک بکنن، اما طالبان را رغم از اون کار کردن. اما سوال در این بود که چون با توجه به اینکه پاکستان همیشه را
برخورد دوگانه داشته. از یک طرف تعهد را به روند صلح و همکاری با روند صلح را یاد می کردن، اما از طرف دیگر رابطه خود را با طالبان کماکان ادامه می دادن از چینل های دیگر. بنابراین این فقط به هدف از این فکر کنم ما ضرورت داریم به نشست های مثل از این که معلوم شبکه های طالب پاکستان واقعا می خواهد که طالبان در روند صلح پابند باشند و یا این که پاکستان در خط دیگه که عبارت از راه حل نظامی و بالاخره تصوری که طالبان دارن این است که بالاخره بعد از خروج آمریکا اونا میتونن از راه حل نظامی و قدرت برسن. این درک را باید بدانیم که چقدر این درک فقط مربوط چند رهبر طالب است و یا این که سیاست است که پاکستان هم عمیقا باورمند به این روند است. و این هم باید بدانیم که خب کشورهای دیگه که بالای پاکستان نفوذ دارن و با پاکستان رابطه دارن و در این حال در افغانستان هم دخیل بودن مثل بریتانیا، اینا بالاخره در کجا قرار میگیرن؟ اگر قرار است که پاکستان در متحد به راه حل نظامی باشه، طرفدار پیروزی نظامی طالبا باشه، آیا او کشورها هم به این موضوع هم برای پاکستان استاد هستند؟ و اگر نیستن اینا بالاخره چی میکنن؟ در این هفته ها اصل محتوای صحبت در اینجا است که پای کلانتره که بالاخره چی شکل میگیره، استراتژی کلان چی است، اینا خب ببینیم که بالاخره چی است. اما برای ما مهمترین حرف فقط حرف ازی است که آیا طالبان بالاخره و پاکستان بر راه حل سیاسی بر روند صلح قسمی که فعلا مطرح است تا این حد پیش رفته پابند است و یا ای که بالاخره در برملا میگن که اینا پابند هستند اما در خفا سیاست دیگر را پیش میبرند. درست. بخوای لودین، همونطور که شما گفتن خب نفوذ بریتانیا بالای پاکستان بدون شک انکار شدنی نیست، ولی بریتانیا همیشه کشوری بوده که همیشه و منظم در کنار پاکستان قرار داشته. حالا مردم میپرسه که تلاش بریتانیا بر راستی به نفع سلطه افغانستان است؟ قسمی که گفتم اگر قرار است نتیجه ای باشه که پاکستان قناعت داده شود که دنیا به شمول کشورهایی که پاکستان با اونا رابطه نزدیک دارند از جمله کشور بریتانیا، اینا قبول نخواهند کرد که پاکستان در عقب طالب قرار داشته و اونا را به در عقب سیاستشان برای بازگرفتن قدرت از راه نظامی باشه. در اون مورد اگر این کشورها به پاکستان واضح بگویند که این قابل قبول نیست، من تا حد درک میکنم که شاید پاکستان یک مقدار در سیاست خود تغییر بیاره. اما خب واقعیت دیگه از طرف ای است که امروز بیشترین کشوری که نفع میبره از وضعیت امروزی و تقریبا سیاستش پیاده شده رو ایست در چوکات پروسه صلح در افغانستان و کشور پاکستان است. و پاکستان از طرف دیگه ایران ثابت ساخته در 20 سال گذشته که قدرت از ایره داره که برای کشورهای بزرگ دنیا از جمله چه آمریکا بوده، چه انگلستان بوده، چه دیگر کشورها با اونا یک چیز گفته و در عمل چیز دیگری را انجام داده. من فقط خب انجام تلاش ها را من مفید میدانم، اما ای که بالاخره چی نتیجه خواهد داشت و یا اینقدر جدی خواهد بود که منتج به تغییر سیاست در پاکستان شود، ایره متاسفانه بگویم با تجربه 20 ساله که ما داریم زیاد امیدوار نیستم. درست. آقای لودین، همونطور که میدانم آقای غنی چند روز پیش، البته حدود بیشتر از یک هفته پیش، در اظهاراتش گفت که روز تصمیم به پاکستان است و پاکستان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان تجرید میشه. ولی حال وقتی ما در اعلامیه ISPR یا اداره اطلاعاتی اردوی پاکستان میبینیم از جنرال باجوه برای بحث و گفتگوی پرمحتوایش تشکر میکنه، از نقش صمیمانه و مثبت پاکستان در روند صلح قدردانی میکنه، چطور اینا رو جمع کنیم؟ خب ببینیم، یک مقدار ضعفه که البته در پروی ضعفای دیگه که ما شما متاسفانه میبینیم در افغانستان، یکیش هم همی است که ما چون ابتکار عمل را در
در میدان سیاست و خصوص در چارچوب روند سال ما عملا از دست دادیم. افغان ها امروز مطرح نیستند، نه در روند سال به اون شکل که باید می بودیم و نه هم در جلوگیری از امکان جنگ به مراتب بزرگتر. چون ما او ابتکار از دست دادیم، ما پای اعلامیه و حرفای خرد و بزرگ میریم و او به نظر ما فایده نداره. ما متاسفانه چیزی را که رهبرای ما باید درک کنن این است که یک مقدار واقعیت ها را به مردم خود باید بگوییم و او واقعیت تلخ همی است که امروز ما بالاخره یا ملت خود را بسیج می سازیم برای یک جنگ دیگه و یا ای که رای خوبتر می است که از این فرصت صلح که پیش آمده چه علی‌رغم کوتاهی‌هایی که داره ای از این یک استفاده بکنیم و یک صلح واقعی را به افغانستان برگردانیم. درست. ما عوض از این که ما توجه بکنیم روی ضربت‌های از اون ما ای که امروز این حرفا را بزنیم و بعد روز دیگه او تغییر بکنه، راستی هم یک مقدار یک دلیله که خود اعتبار منطقه‌ای دولت افغانستان امروز یک مقدار ضعیف است، تا حد هم نتیجه اعلامیه‌ای از این قبیل است. آقای جاوید لودین، معین سیاسی پیشین وزارت امور خارجه افغانستان، تشکر از حضورتان در برنامه و تشکر از بیننده های فراخبر. شبتان بخیر.